من با خانوادم سال هاست که ارتباط ندارم، ولی خواهرم نازیلا، خواهر کوچیکم، مثل که یه مدتی با خودش تصمیم گرفته که بیاد یه پیجی بذاره و توی پیجش هم به هر حال متوجه شده که پسر بزرگش یه مدت چند ماهیه که، حالا من که اصلا ارتباطی باش ندارم، نمیدونم چه صحبت هایی کردن، ولی بالاخره خواهرم میدونست که پسرش منو فالو داره و این ارتباط بین، یعنی به هر حال بچه ها که رفتن از گروه ما، از کانال ما فالوش کردن و صحبت پیام دادن، خیلی خوب برخورد کرده نازیلا، ولی گفته من هنوز زمان میخوام و دارم روی این مسئله، یعنی نه اون منو فالو کرده، نه من اونو فالو کردم، نه اون پیج من اومده، نه من که پیج اونو میرم میبینم، ولی بچه هم برای من میفرستن، اما به هر حال خواهر کوچیک منه، اینی که من امروز اد استوری کردم، ولی من تگش نکردم، منشنش نکردم، فقط از پیج سحر این کارو کردم، ولی خب بچه ها رفتن یه مقدار آشنا شدن. این برای من، من سلام دوستان عزیز، من اومدم دیگه. کی بهم گفت این کلاه خیلی بهم میاد؟ حالا واقعا بهم میاد. به من کامنتاتون بدین آیا این کلاه به من میآید؟ از یه جنبایی خیلی خیل خوشاینده، به خاطر اینکه احساس میکنم یه بخش از گذشته من داره تکونی خورده و داره به من نزدیکتر میشه، هرچند که اتفاقای دیگه ای هم در رابطه با گذشته من، مسائل گذشته من داره میفته و من اینو هر روز شاهد هستم، ولی خب اینم یه موردی بود که بچه ها پرسیدن. خواهر کوچیک من هست نازیلا، 13 سال از من کوچیکه، از بچه های، یعنی بچه ته تغاریه دیگه، عزیز مامان و دیگه عزیز همه ماها بود موقعی که ما بودیم دیگه، هممون خیلی دوستش هم داشتیم. مگه تو قاتلی زیبا؟ چه خواهر عجیبی. خب مسئله قاتلی فقط نیست، خیلی حتی سنگینه الان براش، بچه ها که خبر دادن که پستات رفته توی گروه ما، توی کانال ما یه مقدار، و بچه ها بهش گفتن امکان این که باهاش تماس بگیرن، و خب خیلی هم که با من مخالف هستن برن به اونها، به خانواده من، اعضای خانواده من بد و بیراه بگن. البته خب من که این انتظار رو دارم، میگم که هر کسی که به من نزدیک میشه خب باید یه مقدارم هزینه بکنه در رابطه با اون بلاها و مسائلی که اومده، ولی به هر حال یک موندیم دیگه، موندیم. هم یه احساس عجیبیه، فعلا اینم در رابطه با خواهرم. سلام زیبای بیچون و چرا؟ چه جالب. چند تا خواهر دارید؟ من سه تا خواهر دارم که نازیلا کوچیک است. دست از سر نازیلا بردارید بابا. خب ببین، نازیلا وقتی که اومد پابلیک کرد پیجش رو، وقتی اومد یه سری فالو کرد بچه ها رو، وقتی کسی که این کار رو میکنه دیگه خودش باید بدونه که نزدیک شدن، حتی یه سری کسا نمیدونستن این خواهر من، حالا که فهمیدم، من همون شب که پستش رو که بچه ها برای من فرستادم به کانال، گفتم که خب نازیلا دیگه باید بدونه که چه اتفاقات ناخواسته ممکنه براش پیش بیاد. من هیچ وقتم به کسی نمیگم که نرید، خواهر من نمیدونم ام اس داره یا عمل جراحی داره، نه، هیچ رعایتی نکنید، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بره بکنه، اون یه فرد مستقله، من یه فرد مستقلی هستم و احساساتی که ما داریم هم احساسات، به هر حال احساساتیه که بین من و اون، و حالا ممزوج از احساسات متفاوته، فقط هم عشق و علاقه نیست. خب خیلی خوشگل بود خواهرت. آره خیلی نازیلا خیلی خوشگله.
سهیلا هم خیلی خوشگله، ولی سهیلا هنوز به هر حال من سال هاست، چند ساله که ندیدم الان، اصلا هی نازیلا رو میدیدم، ادا اطواراش هم یه سری جا خیلی شبیه ادا اطوارای من بود. امروز براتون میخوام سالاد کیل. اولا به نام خداوند بخشنده مهربان و با درود و فراوان سلام به رهبر، خاک به سرش، یه دونه فاتحه من از صلوات برایشون بخونم انشالله. من امروز میخوام به شما سالاد کیل رو یاد بدم، یعنی یاد بدم که شما بلدین، فقط میخوام توضیح بدم. سالاد برنامه غذایی امروزمون سالاد کیله و شیفون کیک و کلم دلمه کلم. من حتی صبح رفتم ببینید کلم چه کلمی، رفتم کلم خوب خریدم که فرش باشه بتونم دلمه درست کنم. ولی بعد که شروع کردن، من یه دقیقه موقعیت خونه رو بهتون نشون بدم، ببینید چقدر افتضاحه، به همین هم جارو برقی و اتفاقاتی که داره میفته. بعد شروع کردم به یه کار دیگه، برای همین تو همین حوالی که داشتم میچرخیدم ترجیح دادم که دلمه کلم رو فردا. دوستان عزیز، منو دیدین چند لحظه پیش براتون دم پختک داشتم درست میکردم، جون میکندم و تمام لحظه های سخت گوش پیشمندم. این پیشمند خیلی باحاله، نه؟ چی فرمودین؟ فیلم بردار یه چیزی میفرماین. اوکی، خواستم شام ایرانی، برنامه شام ایرانی. من این دم پختک رو پختم. دوستان عزیزم، خودم و ملان جان و باز خودم و بازم خودم، من اینقدر با خودم حرف میزنم بعضی وقتا مشکل پیدا کنم. الان یه قاشق از این میل میکنم، یعنی میریزم اینجا، نگاه کن، فیلم بردار از من، فیلم من نیست که عزیزم. اینا رو میریزیم اینجا، یکی دیگه میریزیم اینجا، دوباره اینم میریزیم اینجا. این خانم میخواد بگه بسه، من تموم شدم پختکم. یه دونه بازم بریزم، یکی دیگه. الکی نگو، من از چشات یه نبسه بازم میخوام این میبینم. اوکی، تب کنی تخمه مرغم. آره، دو تا هم برادر دارم، یه برادرم که اصلا خیلی وقت خیلی دیگه. دمت گرم که اینقدر ریلکس و جذابی. سحر رفت کلانتری، راست بود. آها، در رابطه با این سحرم بچه ها، من به شما گفتم مسائل خیلی زیاده و من نمیتونم الان همه رو، داستان برمیگرده به تهدیدی که تهدید نه، هشداری که مازیار اومده از روی به قول معروف دلسوزی، مثلا دلسوزی اومده یه سری چیزایی رو مطرح کرده. این وایسش هم هستش، حرفایی که زده توی پیج ما هست، تو کانال هست، میتونید برید ببینید. از همون موقعی که مازیار نژادیان که با من یه بار مصاحبه کرده بود، با سحر زنگ میزنه، سحرم به من نمیگه، فقط منتها یادمه یکی دو بار به من گفت یه سری چیزایی هست من به تو نمیگم چون راز نداری و من میترسم. گفتم خب نکن. به هر حال داستان از کلانتری و اینجور چیزا نبود. یک همه دیگه ببینی، یه چیز، من یه استوری دارم بهتون بگم. دوست دشمن ما، کسی که دوست ماست بلقوه دشمن ماست، کسی که دشمن ماست بلقوه دوست ماست. دوست و دشمن دو روی یه سکه هستن و شما همیشه بدونید اصلا دشمن خاصی رو ما نداریم. همین کسی که دوست فعلی شماست میتونه در یه اختلاف نظری مقابل شما وایسته. من اینو بارها دیدم. من یک بار خیلی مثل در مورد سحر، حالا جالب شد براتون این داستان رو بگم. یه بار، حالا این کتاب عادتی رو نوشته بود، خیلی ترسای من خیلی بامزه، اون اوایل شعر، یه شعر دارم اینجا همون که آوازشم خوندم، در مورد عفت و عصمت و اینها بود، نمیدونم دیوانش و این شعر رو که نوشته بودم، حالا هیچ کس تو خونه ما نبود، هیچی نبود. من بعد از اینکه اینو رو کاغذ آورده بودم هی میترسیدم که من الان این شعر رو گفتم چه اتفاقی به من میفته. و اتفاقا هم افتاد، قانون جذب. حالا من دیدم من تهدید شدم. یه ایمیلی به من اومد، جریان مال 2006 و فکر کنم تازه اینترنت و تازه این کامپیوتر گرفته بودم. دیدم و قاتلوهم نمیدونم چی 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 ایها الناس نمیدونم چی
وای مام که خودمون ترسو که بودیم، این قدم این شعر رو که نوشته بودیم. حالا من میام میخونم، حالا میگم بعدش دیگه بترس بترس بترس. انقدر من ترسیدم که به پلیس خبر دادم. اون موقع پلیس هم اون موقع اومد و گفت چیه چیه من فلان پلیس مثلا جنایی. گفتم بابا یه وقاتلو هم لا نمیدونم چی چی ایان ای نمیدونم بر اساس قوانین شما بر ضد نمیدونم چیز شرعی و یه متن یه ایمیل این چه این نمید. اینا اومدن یه سی دی برداشتن و اینا که یعنی یه پلیس بود، اصلا اینا هم نبود، یکی مثل که تجربه داشتم میدونستن که ماها یعنی یه چیز خیلی مهمی نمیده. اومد و این با این ور رفت با اونجا رو باز کرد نمیدونم بک آف برداشت نمیدونم چیکار کرد چی چی چی. گفتش که خب دیگه ما بررسیش میکنیم، حالا فکر میکنین و قاتلوهم ایوه الناس و نمیدونم الا الله و نمیدونم چی چی. کی در اومد؟ یه سال دیگهش حدس بزن، اصلا نمیتونی حدس بزنی، اصلا نمیتونی حدس بزنی که کی بود. بگم کی بود؟ دوست پسر من هوشنگ رفته بود ایران یه هفته خونه مامان من میمونه، مامان بابای من میمونه، دو هفتم با داییم بود. حالا اینا با دایی من حالا تریاک میکشن و چی میکنن، از یه دوست پسر به قول خودش مادر قهوه روزگار داشتم. این خیلی از این هر حالا دیگه هر چیزایی بود، حالا بمونه هر همه تیپ دوست پسری ما داشتیم تو هر رده ای ردیفی. بعدن که میاد این از لو میده به من که میدونی کی بود؟ این داییم بود. دایی من به ما پسرش که تو اینترنت اینا وارد بود میگه بیا یه کاری بکن و زیبا رو بترسون که این چیزا رو ننویسه. اون موقع ما یه سایت خیلی ساده، خیلی شاید مثلا 20 نفر آدم میرفتن این سایت رو ببینن، 20 نفر آدم مثلا میرفتن، حالا شعرامو مینوشتم هی 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 تویی که خدا، سه چهار تا اصلا 4-5 صفحه نبود این سایته، خیلی کوتاه، خیلی چیز، چند تا شعرامو نمیزه. خودم هم بلد نبودم این سایتو چجوری درستش کنم، بلد نبودم. یه نفری بهش میگفتم این شعر رو بذار، این شعر رو بذار. بعدم فهمیدم داییم بوده، خواسته بود منو بترسونه و قاتلوهم فلان و فلان. یه سال بعدش مشخص شد. فهمیدی؟ حالا میخوام اینو بهتون بگم که من بارها بعد در رابطه با ضربه ایم که خوردم و که فکر میکردم مثلا نمیدونم چی بود، بعدم فهمیدم که نزدیکترین کس خودم بزرگترین ضربه اینترنتی رو به من زد که محدث بود، محدث میرحمدی، که محدثه که همه رو میدونید. بعدش در رابطه با این چیزایی که مسئله یه چیز توی کانال ما بیایید ببینید، هی ما یه کسی هی انقدر دیگه تهدید شدیم شدیم شدیم، بچه ها دیگه همه زده تهدید شدن دیگه. حالا دیگه کلانتریش استعلام کردن فلان کردن، دیدم بابا خنده داره، کجا است فردا ساعت 8 بیا نمیدونم چی. بعدش نمیدونم چه جرمایی هم براش بسته بودن، چه چیز هرچی دیگه. دیگه گفته وقتی یکی میترسه دیگه هرچی هم که بگید دیگه اونم دیگه بیشتر میترسه دیگه. خیلی بامزه است، برید اون وایس رو بخونید. مازیار نژادیان در واقع باعث شد سهر 2 کیلو وزن کم کنه و دیگه یه هفته هم که با من فاست، منم که گفتم خب میخواد رازداری کنه بکنه دیگه، نمیخواد بگم، گفتم نکن، لفت داد نمیدونم ارتباطش رو کم کرد، از کانالم لفت داده بود و بعد دیگه اینا اتفاق شما بعدم فهمیدیم تا بیایم. ولی خب تو این مسائل خیلی سریع مشخص میشه. خب این از این دیگه لایو آشپزی حس زندگی میده، با اینکه آشپزی تخمیه، واقعا راست میگم آشپزی هم واقعا تخمیه. میرم اونجا نگاه میکنم مثلا چی دارم. خیلی خوب گفتی، واقعا تخمیه. آره بچه اینجا بود.
بیارم میبینه از اینجا میرم آه خوشبختانه بذارم بیام میخوام برم از اینجا دوستان بذارم براتون اینا رو نشون بدم شمدونیه خب بالکنمون قشنگ بود بالکنم به نظر دو اینجا اینجوری میبینید خیلی قشنگ کلی انرژی مثبت داره آره خونه من خیلی انرژی مثبت داره زیبا جون چه چیزی از ته دل خوشحالت میکنه همه چی اول بذار یه سری سوالات رو جواب بدم یه سر باهاتون لاس تراپی بکنیم حالا آمار دوست پسراتو داری نه تعدادشون زیاده حوصله شمارششون ندارم دلت برای خانواده تنگ نمیشه نه من سال هاست که دلم برای کسی تنگ نمیشه ولی وقتی نازیلا رو دیدم این ادا اطفاراش یه حس خاصی رو در من ایجاد کرد بارها رفتم که یک عکس دانیال که من پسر بزرگشو خیلی دوست داشتم خب خیلی یعنی همیشه برای شما گفتم که یه دو بار من در دلتنگی رو تجربه کردم که احساس کردم اصلا قلب من اصلا چجوری تنگ شد اصلا اسم کردم یکیش در رابطه با همین دانیال بود یکی هم در رابطه با پدرم بود دو بار فقط من دلتنگی رو تجربه کردم که انقدر دلتنگیش واقعا درد داشت گفتم الان میمیرم یعنی واقعا اون موقع فهمیدم معنی دلتنگی یعنی چی احساس میکردم این قلب منو گرفته اصلا داره میکشه یه کشت میکشه بعد این واقعا دانیالو که دیدم دانیال الان یه مدتی منو فالو کرده دیگه یه چند ماهه ولی حرف نمیزن سوت و کور اون استوریای منو میبینه من استوریای اونو میبینم اون استوریای منو میبینه ولی از هر وقت که استوریای منو میبینه این کلش که مشخص میشه یه اسکرینشات میگیرم یه آلبوم برای خودم درست کردم از کلی دانیال که استوریای منه ولی جواب نمیده حرف نمیزنه یه مدت کوتاه خیلی کوتاه مثلا یه لایکی کرد یه چیزی منم دیدم دیگه جواب نداد به یه سری پیامای من دیگه گفتم خب همین اون استوری منو ببینه منم استوری اونو ببینم ولی میخواستم لایک کنم پیامشو یکی از چدای نازیلار هر کاری کردم دیدم نمیشه دستم نرفت گفتم ولش کن خب یکی در مورد بابک سرخپور پرسید بابک سرخپورم دیروز تو گروه ما بود بای بای کرد خداحافظی کرد ولی بابک سرخپورم اوایل اومده بود مدام پشت سر هم با من لایف میذاشت ولی دومین لایف سومین لایف بود که فکر کنم پدرشو در آوردن گروه های سیاسی میاسی اینا انقدر بهش اعتراض کردن من احساس کردم که واقعا یه بار بهش گفتم میدونم حس کردم دیگه فاصله گرفت دیگه از من فاصله گرفت و دیروزم دیگه لفت داد دیگه رفت دیگه هر کس رفت خوش رفت ما نمیگیم چرا میری بابک سرخپورم اونجوری رفت ولی خب این 10 روز من حس میکردم که چقدر بهش در رابطه با من اون چهار تا لایف گذاشت با من به اندازه فکر کنم کل چند سالی که بود فوش خورد خب دلمون برای لایوات با سرخپور تنگ شده بود خیلی خوب بود آره خیلی خوب من خودم خیلی جالب بود خیلی خوب سوال میکرد ولی خب دیگه همه جا بابا خوبه دیگه مگه دیروز ندی با کمال انقدر خوب بود با کمال با وجود اومده بود نقد کنه یا با این پسر خوشگل کوچولوی طلبمون خیلی خوشم میاد ازش همهشون خوبن دیگه بابا حالا مثلا بخوایم بگیم که اون خوب بود بابک خوب هر وقت بیاد خوش آمد من دوستش دارم بازم 4 تا لایو خوب آره با بابک خیلی چاره زیبا تو جگری خوشحالم که تو رو پیدا کردم مرسی تو چه کامنت های خوبی میذاری کتابم هم چیز کردی خوندی خوش خیلی خوبه لایو دیشبت خیلی خوب بود با کی بود با کی با چیز مهرشاد آره چه خط پسره قراره که پرسش و پاسخ بذاریم بیاید بچه خیلی بچه خوبیه خیلی بچه خوبیه آره اصلا تو دل بروه خیلی
پر رو، من بچه های پر روی که اعتقاد دارن به خودشون و از نظر خودش دفاع میکنه و اصلا خیلی تحقیق کرده بود، خیلی خونده بود. خودم دوست داشتم بشینم تحلیلاشو درباره خودم بشنوم، با مزه بود. حالا میخواد بیاد چیزه. بعد معرفت آدما خیلی مهمه. حالا مخالفه، مثلا یه سری اومدن گفتم بابک سرخپور طرفدار نمیدونم شاه و نمیدونم، گفتم باشه به ما چه، مگه من به من حقوق نکرده که بیا. من خودم اصلا از این رضا پهلوی و فلان اینا خوشم نمیاد، نمیاد خوشم نمیاد، ولی خب به من که نیومد بگه که بیا و طرفدار اون شو، کاری نداشت. حالا میخواد پرچم شیر و خورشید داشته باشه، میخواد طرفدار اون باشه، خودش سیاسیه، با اون بره مبارزه بکنه. مگه اون کسی که الان در راه اسلام مبارزه میکنه ما باهاش کاری؟ خب برو مبارزت بکن. اون یکی در راه سکس مبارزه بکن، تو هم برو خودکشی کن با سکس، اونقدر بکن 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 تا اینکه دیگه سیرشی دیگه. خب ولی تا موقعی که به من نوعی چیزی رو نگفتی، خب پس من دو دوستایی داشتم اتفاقا، یه پسر خیلی خوبی من 3 سال کلید خونه منو داشت، مدام میمد همه کار میکرد. هیچ وقتم این کوچکترین تعرضی شما بگید که به من مثلا یه مثلا نهایت این بوزی با بغلت کنم، میگفتم آره بیا بغلم کن من تو رو دوست دارم، اسمش علی بود. بعدش مدام هفته 2 بار 3 بار مالا هر چند بار به من چیزه میرفت فاحشه خونه. خب میرفت که میرفت، مسئله خودشه، پول خودشه، میرفتم فاحشه خونه. به من تعرضی نمی کرد، کلید خونه منو داشت، رابطه خوبی با من داشت. حالا تو میخوای بری 100 بار سکس کنیم، برو بکن. واقعا فاحشه خونه لازمه تو هر جای. خب آره دیگه، حالا اون فاحشه خونه هم بود میرفت و کاری هم به من هم ربطی نداشت که. اتفاقا با چند تا فاحشه های خوب دوستای خوبی داشت، میگفتش من مثلا نمیدونم به من ارزون حساب میکنم فلان. یه موقعی ما حرف شد میگفتیم، میگفتم باشه دیگه مسئله خوبه که دوست داشتنی ترین زیبای دنیایی. اوی بچه ها کامنت، اوی 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 زیبا جون تو رو خدا قبول کن با شما صحبت کن. من اگه رئیس جمهورم هر کسی که اومده من باش حرف زدم دیگه، خب بیا حرف بزن. الان که گفتم یه ذره خدا رم قسم نخور، من هر کی قسم بخوره بدم میاد. خیلی قوی استدلال میکنه مهرشاد. خب خوبه باشه، به ممکن اصلا مهرشاد شما اصلا نظرات مرشاد قبول کنید. مگه سحر، ببینید بچه در مورد محمد جواد و سحر هم یه چیز بهتون بگم. محمد جواد اول یه حرفی زده بود برای سحر، یه کامنتی داده بود و هشدار داده بود. سحر هم اومد به من گفتش زیبا یه نفر رو من بلاکش کردم، اولی اصلا حس بدی نگرفتم ولی چون هشدار داد فلان اینا من بلاکش کردم. من برگشتم گفتم که چرا بلاک میکنی، باش حرف بزن، باش حرف بزن ببین کیه چیه چی میخواد بگه. من گفت باشه میرم آن بلاکش میکنم. رفت و الان یه میارم بالا رفت و یه چی دیگه با هم دیگه صحبت کردن و هیچی، حالا دوستای خیلی خوبی شدن با هم دیگه. حتی یه بار به من پیشه یه سری حرفایی رو به اون میزنه که به من نمیزنه. خب دیگه ممکنه الان کسایی الان از طریق همین روابط من شما از تو لایو من با کسایی آشنا بشید که از خود من صمیمی‌تر بشید. و بشید بذاریم بیای. حالا یه چند نفرتون رو میارم بالا. منو نمیشناسید؟ منو شما میشناسید؟ نه نمیشناسم. سلام زیده و جون. وای کی هستی؟ حال خوبه زیبا؟ واقعاً تو بهترین زیبا، به خدا جدی میگم. راست میگی، خوب شد تو رو بالا آوردم. خوب تعریف کن. به قرآن تو اصلا یه فرشته، به خدا تو یه نجات دهنده این بشریتی. به قرآن چی تو شد بچه شنیدید؟ خب خیلی دوست دارم، خیلی یعنی دنیا دوست دارم جدی میگم. اسمت چیه؟ بگو ما هم تو رو دوست داشته باشیم، یه ذره باهات آشنا بشیم. اسمت چیه؟ اسمم سیاوشه. سیاوش از کدوم شهر؟
از تونکابون نشتاروت مازندران. بابا مهرشادم تونکابونیه دیگه، دیروز اومده بود اون طلبه حالی خب دیگه، اصلا تونکابونیه، باش دوست شو بیا تو گروه ما، اینم میخواد بیاد. یه دفعه دیدید که اصلا همه با هم به سوی خدا رفتیم. خیلی دوست دارم زیبا به قرار همش پستاتو نگاه میکنم، لایواتو نگاه میکنم، یعنی با هر دقیقه مثلا آرزوم بود که باهات صحبت کنم، ولی اصلا منو بالا نمی آوردی، نمیدونم چرا اصلا توجه بهم نمی کردی. خب ببین آخه یه موقعی که کسایی که از قبل میرن تو دایرکت هماهنگ میکنن، دیروز این پسره بود که من چند دقیقه آوردمش بالا، بعدش به زنهای به سن بالا، دو هفته بود هی گفته بود که من این ور من کار میکنم چی کار میکنم. آخر سر ببین باش صحبت میکنم، من به همه این امکانو میدم، حتی با کسی لایف گذاشتم که یه دونه فالوئر داشت، اون فالوئر یه دونه هم من بودم خودم. خیلی حرفی با معنی میزنی زیبا جون، واقعا حرفات خیلی قشنگه، بعضی وقتا به حرفات گوش میدم احساس امنیت و آرامش میکنم. چه خوب چه خوب، خیلی خوشحالم. ببین میخوای بیا تو گروه ما بعد تو این پرسش و پاسخ و از تو تلگرام هم بیا دیگه، اگه الان صحبتی نداری دیگه آشنا شدیم. سیاوش من یادم نمیره تو میخوای حرفی داری بزنی به بچه ها بگی؟ آره بچه ها از خانم زیبا تشکر کنید به خاطر این لایواشون، به خاطر این همه پستایی که میذارن، واقعا تشکر کنید. تو زیبا خانم واقعا زن بسیار فهمیده و باشعوری هستن و واقعا نجات دهنده بشریت هم به خدا. حرفش گوش بدید. آره ما که بقول یکی چه کیفی بیداریم میکنیم، آخه بقید که از ما مخالف داریم، یکی اومد اینجوری حرف میزنه خوشحال شدیم. خیلی خوب شد، مرسی، ممنون دیگه. خیلی پس دارم عزیزم، میکنم ممنون، مرسی مرسی، ممنونم دارم. باشه باشه، یکی میگه که علکی میگه، بعد علکی هم بگه باز گفت دیگه، خوبه ما رو که شاد کرد. شما فکر کن علکی علکی چرا بگم، حقیقت رو میگم واقعا. اصلا ببین همین حرف کائنات، همیشه گفتم شوخی هم نمیشناسه این کلمات و جملات قشنگی که گفتی، حس قشنگ رو به من انتقال داد. زنده باشی. نه من حقیقت رو گفتم، من اصلا اهل دروغ و دفنگ نبودم، چیزی که واقعا ته دلم بود واقعا تونستم به زبون آوردم. ممنون، مرسی مرسی. خب پس یکی گفت زیبا چه ذوق میکنه، معلومه ذوق میکنم دیگه، این همه مخالف داریم. یکی اومد محمد امیری با نازیلا صحبت کرده بود، نازیلا گفته بود زمان به حرفاشو درک نمیکنه و فلان، و بهمان یک جملاتی گفته بود خیلی جالب بود، جملات نازیلا که میگفتش که یعنی دنبال کرده مسائل منو مینه، بعد میگفت الان زمان درک نمیکنه. بابا دیگه یه دیگه همتون این حرفو میزنید، همون حرفا رو شما هم بزنید دیگه، همون میشه دیگه، زیبا تنها نمیمونه. برید هر فوش و بد و بیراهی هم داری میگی بگید به نازیلا بگید، اتفاقا من زیاد ناراحتم نمیشم، بذار یه ذرم اون فوش بخوره. یه کمی زیبا تو از خواهرت خیلی خوشگل تری، اون که خیلی خوشگله، این که خیلی خوشگله، وای عدات فراش با مزه بوده، این ده بار نگاه کرد با حال بود. شما زیبا من عاشق پیجتم، چه خوب چه خوب عالی. خب این ببینیم یکی دیگه از بچه هایی هم که بد و بیرا میگید و نمیدونم در مورد سکس و اینجور چیزا حرف بزنید، بزنید بزنید، اب نداره، خوبه. زیبا یه دونه ای یکی میگه اون چه سیاوش خرم کرد، باشه خوبه که خرم کرد ولی خوشحالم کرد. مثل تو تو هم بیا ما رو یکم خر کن، زر زر نکن، بیا ما رو خر کن، حاضریم تو شعر و ور و چرت و پرت اینا نگی، ما رو خر کنی. الکی میگه چیزه، همسن و سالای زیبا توی ایران همشون پیر و فرسوده ولی زیبا از جوانام سرحالتره. خب دیگه راز جوانی رو پیدا بکنید که انقدر شاد باشید. زیبا یه نیروی جذب جالبی داری، مرسی مرسی.
آره این یه مقدار خوبه که میگه جالبه. یه سری هم میگفتن که این زیبا چقدر جالب، این کمال چقدر پسر مرد خوبی واقعا، این که با من مصاحبه کرد در رابطه با این که خیلی خیلی لذت بردم، خیلی با احساس و اعتقادات خودش که مثلا حرف که میزد، ولی چقدر چیه میگفتش، بهش گفتن پیام دادن گفتن چرا با زیبا لایف گذاشتی، این شیطانه. اونم برگشته به اونا گفته شما که الان شیطان ترید، شیطان تر نگفته، گفته شما از نظر من شیطانی. البته اگه به منو میگفت شیطان، من که حالا شیطان رو قبول دارم، میگم شیطانم هستم، اصلا شیطان بد نیست، شیطان هم شیطانی ما هم خداییم، دوتاییش در واقع هر دوتاش ماییم دیگه، ساخته انسان هم دیگه. من نیلم، من نیویورک زندگی میکنم، بعد الان تقریبا 9 سالم هست که از ایران اومدم بیرون، بعد یه مدتی هم یوروب زندگی میکردم، بعد یوروب مقر اصلیم چیز بود رومانیا بودم، بعد آلمانم رفتم، سوئدم رفتم، ایتالیام دوست داشتم رفتم جای شما خالی، آلمان اومده بودم برلین، ولی اون شما اگه میشناختم خب حالا اشکال نداره، بازم دیگه قطعا میومدم دیدمت. حالا مهم الان چند وقت منو میشناسی؟ من حقیقتش از طریق دوستم، خب تاها طلاپور، از طریق تاها با شما آشنا شدم، بعد تو همین مدت کمم من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم، به عنوان مثال همین که میگید ما حمال رازای کسی نیستیم، و منم اینو یاد گرفتم که من همیشه چجوری بگم، خیلی مؤدبانه با همه برخورد میکردم، و با خودم میگفتم آره من باید به همه احترام بذارم، به قول آمریکا یا no matter what، ولی منم الان فهمیدم که من حمال احترام گذاشتم به دیگران نیستم، احترام گذاشتی احترام بهت میدن، احترام نذاشتی میرینم بهت. نه حالا نریم بهش، نه این را نریدم، ولی همین که را ببین الان همین مسئله، من تو تمام روابطم هر کس اومده در مورد یک کسی صحبت کرده، اسم یکی رو میاره، همونا رو به اون فرد منتقل میکنم، یا مثلا میخوام یه هر میگه من با تو میخوام صحبت کنم، میگم ضبط میکنم، به خاطر اینکه این حرفای تو رو منتقل کنم بهش، کار منم راحت بشه دیگه، چون ضبط دیگه. بله دقیقاً. وقتی هم که همه ما راز ندار باشیم اصلا خیلی مسئله، یعنی یک هفته کافیه یکی این کارو بکنه اصلا میبینه اه. اولش ممکنه به طرف بگن که مارک بزن اه تو اه چیز هستی، سخنچینی، چی میگن، خبرچینی، نمیدونم چیزایی که تو، ولی وقتی میگی که نه من اینم، من خودم بهتون بگم، هر حرفی رو به من بگید من به کسی دیگه میگم، چون ما زوویزو میگیم به آدمای دیگه، ولی میایم به اون فرد میگیم که خب تو یه چیزی گفتی، ببین نگی یا که من گفتم، نگی یا نمیدونم من چه دقیقاً بده، به قول شما ما حمال راز کسی نیستیم، به من گفتی منم احتمالش هست که به دیگری بگم، شرمنده. چه جالب که همینو چیز که منم اتفاقا خب همقیدم متوجه، بعد میدون چیه این ترس و اینجور چیزا خیلی بار سنگینه، ببخشید من نمیتونم بار سنگین راز شما رو وقتی خودت نمیتونی پیش خودت نگه داری چون انتظاری از من داری. آفرین عالیه، تو نمیتونی اختیار دهن خودتو نداری گل من، با از من چه انتظار داری، معلومه به قول اینجا یا I'm gonna be a snitch bitch، معلومه که من در مورد صحبت میکنم دیگه، یه کسی از من بپرسه بگه نظرت در مورد فلانی چجوریه، بهش میگم که ببین نگاه کن فلانی اینطوریه اینطوریه اینطوریه، چه به هم میای زیبا. خب زیبا مخ منو گذاشتی توی فرعون، بازم عاشقتم. خب عاشقم هم عاشق، عاشقی بد نیست که، عاشق اصلا همهش باید، همه ماها عاشق همه عاشق هم بشن، میدونی میگن شیطان پرسته، به من که بچه شیطان پرست، بابا شیطان پرستم نترسید، شیطان اصلا چی؟ یه بار یکی اومده بود میگفت این چهره شبیه شیطانه، گفتم مگه شیطانو دیدی؟ خب بابا شیطان چی عمل؟ اگه یه دونه استوری من دارم خیلی بامزه است، خیلی جالبه، نوشتم که
اگر لولو خورخوره، اگه من از لولو خورخوره میترسم، باید از خدام بترسم. اصلا لولو خورخوره وجود داره، ولی ما از کوچیکی از لولو خورخوره میترسیدیم، الان از شیطان میترسیم. حالا چیه توی راهران هی سر صدا از شیطان میترسیم. برای چی از شیطان بترسیم؟ بابا با همه دوست بشید. یه بار یه سری یکی از بچه ها، یه چیزی یادم اومد بگم یکم بخندی، یکی از بچه های اومد از اونایی که اهل جن و از اونجور چیزاست، یه روز اومد به من گفتش که من اگه بخوام بیام یه سری چیزایی بهت بگم که میخوام تو باور کنی که من موکل دارم، من جن دارم، چی چی دارم. گفتم خیلی خوب بگو. باشه داشته باش دیگه، اشکال نداره، ما رو با اون جنا و موکلات و با اون چیزا اینا دوست آشنا کن، باش دوست بشیم دیگه. بعد گفتش که تو اینا رو من چیکار کنم که تو رو تو باور کنی؟ گفتم بابا هیچ لازم نیستش، اصلا من باور کردم. گفتش اگه من یه سری حرفایی بهت بزنم از زندگی خودت که فقط خودت میدونی، ایمان میاری؟ گفتم خب وقتی میدونم اونا رو به چه درد من میخوره؟ بعد گفتم خب اون الان بیا بگو که مثلا فلان جا، خب من خودم نوشتم، خودم میدونم، تو الان بیا. گفت خب من میخوام بدونی که من فهمیدم. گفتم خب فهمیدی به چه درد من میخوره؟ بعد یه دفعه گفتش که خب من اگه تو رو شاشبندت بکنم چی؟ مثلا از طریق این اجنب و فلان و اینا. ما گفتم خب این هم آدم ما رو شکنجه کردن، تو هم یکیش، حالا شاشبند کردی چه نتیجه ای داری؟ یه کاری بکن که مفید باشه، حداقل آدم بگه که بابا جان به خاطر اون بیایم سراغه. بعد گفت یه دفعه آخه من چیکار کنم تو من قبول کنی؟ گفتم آخه قبول کردم دیگه، بلندشو بیا از واتساپ با هم صحبت کنیم. و یه سری همه پیاماشو گذاشتم توی کانال و بچه ها گفتن ای ما میخوایم با این جنگیره آشنا بشیم فلان. این یکی از بچه ها رفته بود گفته بود، اینم گفته بود که من از ساعت یک به بعد دیگه اون دیگه وای گروهت فلان شد و جنا چیز شدن و این حالش بد خواهد شد و فقط من میتونم نجات. از این حرفا دیگه انقدر ترسونده بود. حالا بچه شما اگه جریان مال 2 ماه پیشه، هنوزم که هنوز ما منتظریم جنه بیاد. ما گفتیم بابا جنه رو بیار دیگه، ما میخواییم باش دوست بشیم دیگه، شیطانم بیاد. هر کدوم از اینایی که هستن و به جای این که وای عجب بترسیم، بگیم که او بیاد. شیطانم چیه؟ لولو خورخوره، باید بترسیم. خدا بترسیم. همه اینا تو وجود خود ماست. فقط از دوست بترسید، از دوست بترسید، باور کنید دوستم. من یه شعر در اینجا دارم که آیا تو هم مثل ما دوستم کیه؟ با دوستم دوست بشید. اینقدر دوستای خوب هستن، باشون دوست بشید، اصلا اونا بیان یه چیزی هم برای شما میارن. آره خب بچه ها دیگه بریم دیگه، بس دیگه، لاست تراپی هم تموم شد، تموم شده بشه دیگه. حال کسه چطوره؟ خب یا مالش خوبه؟ سلام میرسونه به شما. تو درون خیلی زیبایی داری، مرسی. زیبا دوست پسر برای من پیدا کن. ببین از این چرت و پرتا دست بردار. مگه گوسفنده بریم پیدا کنیم یکی رو؟ رفته تو اون آمریکا افکار امول. دوست پسر برای من پیدا کن. آدم تو روابط مختلف میره، حس انسان هر جایی که شد دیگه. اگه کالایی برخورد میکنیم به روابط. زیبا منو ببر خارج، خودم میخوام بیام داخل. شما میگه من رو ببر خارج. چه سیاهی؟ چه سیاهی؟ خب آره دیگه اینجا تاریکه. خب روشن کن. داشتم میخوابیدم، آخه نمیشه، داشتم میخوابیدم بعد پشمکم خوابیده دیگه نمیشه روشن کنم، بیدار میشه. خوبی؟ دفعه دیگه بگوشم. آره دیگه من از اول سوالی چیزی بگو، حرف اصلی تو بگو، هی به هر کی بیان بگم خوبم. عزیزم هیچ، من یه مدت پستاتون رو نگاه میکردم بعد خیلی مخالفتون بودم، نمیدونستم حالا یه حرفایی که میزدین زد و نقیض داشت، ولی خب الان که اومدم تو لایوتون امشب خودتون رو دیدم خیلی اصلا از این رو به اون رو شدم، نمیدونم از کدوم شهر هستی؟ از زاهدان. زاهدان خب
خب خوبه زاهدان، اتفاقا خاطره خوبی دارم، البته نرفتم اونجا ولی زاهدان حال خاطره خوب. خیلی خوب، خوشحالم که حست خوب شده. خب این برخورده هم که وهله اول، خب در رابطه با پستا، با پستای من یه چیزیه که وهله اول مردم خیلی سطحی برخورد میکنم. من باید بذارم خودشون بتونن این چیز رو به دست بیارن. خب خوشحال شد. گفتی چی بود اسمت؟ یادم. من تو شناسنامه پریسا اینجوری پریا صدا میزنم. پریا، خیلی خوب. ما پریا صدات کنیم؟ آره شما پریا صدا کنیم، البته هر طور راحتی. آره دوست داشتی بیا بعدش دیگه. بچه هم الان از جن من حرف زدیم، من هم فکر نکنم ما یه چی جن رو بالا آوردیم. اینه دیگه بچه جن اینه. البته جن وجود داره ها، من خودم یه مدت اینجوری شده بودم خب که خیلی اذیت بودم و اینا، بعد دیگه من ورده بودم پیش یکی از این ملاها حالا میگن، بعد اعتقادی نداشتم اصلا، نمیدونم رو سرم خون اصلا از این رو به اون رو شدم، حالت تشنج و اینا، بعد اصلا حس کردم روح از بدنم جدا شده، وایستاده بودم مثلا مثل این فیلم ها که نشون میدن روح از بدن جدا میشه فقط جسمش رو میبینه، اونجوری شده بودم. خیلی اصلا حس بدی بود خیلی. بعد بهم گفتن تلسمت کردن و اینا، خب یه مدت بهم دعا دادن و اینا، الان بهترم خدا رو شکر. ولی واقعا وجود داره ها. حالا ما درباره این مسئله ببین، ما که این کارش نمی کنیم که بگیم که یه همچین چیزی وجود نداره یا بگیم مسخره است، ولی این که ببین تو در واقع از اگر بخوام بگم که اون حالت ها رو تعریف بکنی، یا حتی مثلا الان بگی من میخوام دوباره هم، چون من خودم دوره هیپنوتیزم دیدم، این کسایی که مثلا می آوردم میگفتم خیلی خوب، نمیگفتم با عنوان این که نه من یه آدمی هم بود بر مقابل جن و وایمس، میگفتم خب شما جن رو دارید خیلی خوب، جن یه موجودیه هر چیزی هست، خب باشه بیاد ما باشه. وقتی با کسی مبارزه نکنی، تو با ترسهای خودت، مسائل درونی خودت، چنان چیزهای در درون تو ایجاد میشه. خب اینا هم روانشناسیه دیگه، تو فکر میکنی این همه آدم که میرم پیش دعا نویس و نمیدونم فالگیرینا چرا میرم؟ اگر این دعا نویسا، این فالگیرا بیان رازهای خودشون رو افشا کنن، شما تازه متوجه میشید که اینا خیلی چیزای واقعی هم ساده. این آدم دعا نویس علی از آسمون نیومده، یه چیز الهی آدم خاصی که نیست، که یه علم منتها این علم خودش رو، علم یعنی اون چیزی که یاد گرفته ها، علم خودش رو ابزاری کرده برای چی؟ برای منبع درآمد. کاملا. ولی خب گاهی اوقات خیلی اذیت بودم ها، و الانم که هنوزه گاهی اوقات توی خواب میترسم، خوابای ترسناک میبینم. مثلا اگه خواستیم بیا درباره اینا صحبت میکنیم، همه اینا جنبه های مختلف داره، روانی داره و همه اینها قابل حله. وقتی هم که منم خودم یه زمانی که اعتقاد، ببین اعتقادی که انسان داشته باشه به یه چی، به همین مسائل، تو میکشی به سمتت. تو این دیدی این کسایی که اعتقاد دارن به مثلا به درخت میره نمیدونم یه چیزی میبنده، بعد میاد میگه من شفا گرفتم. این یه واقعا علمیه. چرا؟ 28 ثانیه مون دیگه بریم دیگه. مرسی با جن. مرسی. خیلی خوشحال شدم، خیلی عزیز دلم زیبا جان. آخه یه چیزی مرسی عزیز دلی. باشه قربونت، مراقب خودت باش، فدای تو خدا. آخه دیگه بریم دیگه جن نوران دیگه.